از خودروی حامل رئیس منطقه موساد در شمال عراق و معاون شاخه ترورهای کل موساد است که بر اساس منابع خبری و رسانه ها هر دو در حمله پهپادی گروه های مقاومت در 2 کیلومتری کنسولگری آمریکا کشته شدند. تا این لحظه خبرگزاری صدا و سیما به طور مستقل نمیتواند خبر کشته شدن این دو صهیونیست را تایید یا رد کند، اما با توجه به تصویر موج شدید انفجار پهپاد، سرنشینان این دو خودرو نمیتوانند افراد حاضر در این عکس باشند بدون خونریزی و شدت جراحت. علاوه بر آن، منابع منطقه‌ای از حملات دیگر به کنسولگری آمریکا و یک ساختمان امنیتی در اربیل عراق خبر دادند که به گفته آنها با استفاده از راکت و پهپاد بوده، نوعی از جنگ ترکیبی. موضوع رأی‌گیری درباره پیشنویس قانون جرم تلقی کردن عادی‌سازی روابط 9 خرداد بود که نمایندگان مجلس عراق هر گونه همکاری و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم به حساب آوردند. الماده کذا يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد. هر طرفی که با رژیم صهیونیستی کتاب منتشر کند یا برای آنها جاسوسی کند یا برای این رژیم یا هر ایده، اصل، ایدئولوژی، رفتار صهیونیستی یا فراماسونری یا هر وسیله علنی یا محرمانه از جمله در کنفرانس‌ها، تجمع‌ها، انتشار کتب و تألیفات یا شبکه‌های اجتماعی یا هر وسیله دیگری تبلیغ کند، محکوم به اعدام یا حبس ابد می‌شود. او وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيله اخرى. هنوز معلوم نیست که کدام یک از گروه‌های مقاومت عراق مسئولیت این حمله را بر عهده می‌گیرد. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور که در ادامه سفرهای استانی به چهارمحال بختیاری سفر کرده، در نخستین برنامه خود از روستا